درود بر شما دوستان عزیز و یاران همیشگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سالم بودن مو به آرستگی ظاهر اون کمک میکنه. موهای آسیب دیده به سختی حالت میگیرن و ظاهری خوش و کدر دارند. برای ترمیم موهای آسیب دیده انواع شامپو و نرم کننده ها در بازار موجود هست، اما اگه ترجیح میدید از مواد شیمیایی استفاده نکنید، ماست میتونه موهای شما رو تقویت کنه. اما روش استفاده از ماست برای موها به چه صورت هست؟ روش اول، ماست و روغن زیتون برای نرم کنندگی. یک قاشق غذاخوری روغن زیتون رو با یک لیوان ماست ترکیب کنید. پس از شامپو کردن موها این ماست رو برای 20 دقیقه رو موهاتون بذارید. بعد موهاتون رو با آب گرم مخلوط با مقداری آب لیمو بشویید. روش دوم، ماست و موز برای مقابله با وز شدن موها. وز شدن موها علاوه بر داشتن ظاهری نارسته، روند رشد مو رو نیز مختل میکنه. مواد موجود در ماست خشکی مو و وز شدن از پی اون رو از بین میبره. موز کار را به خوبی له کنید و با میزان لازم ماست پرچرب ترکیب کنید. این ترکیب رو دوبار در هفته و هر بار برای 20 دقیقه به موها بزنید. روش سوم، ماست و سفیده تخم مرغ برای تقویت مو. اسید لاتیک موجود در ماست به حفظ تعادل پی‌اچ مو کمک میکنه. پروتئین ماست نیز همونطور که گفته شد ساختار مو رو تقویت میکنه. یک سفیده تخم مرغ رو به هم بزنید تا کف کنه و با ماست ترکیب کنید. این ترکیب موها رو نرم نیز خواهد کرد. هفته یک بار و هر بار برای 20 دقیقه این ماست رو روی موهاتون میتونید بذارید. دوستان عزیز، بد نیست در انتها به این نکته توجه کنید. بعد از استفاده از ماسک موهای روغنی، شامپو و نرم کننده بزنید. ماسک موهایی که پایه روغنی دارن رو باید با شامپو بشویید و بعدش نرم کننده استفاده کنید. اگه ماسک موتون پایه آبدار داره لازم نیست شامپو کنید و فقط کافیه با آب موهاتون رو آبکشی کنید. همچنین اگر روی بسته ماسک موتون ننوشته چه پایه‌ای داره، خودتون از لحاظ چرب بودن یا نبودن ماده ماسک مو میتونید تشخیص بدید. همچنین بد نیست روی نوک موهاتون تمرکز کنید. نوک مو خوش‌ترین و آسیب دیده ترین قسمت مو هست، پس برای محافظت ازشون باید ماسک مو رو روی این قسمت ها متمرکز کنید. این کار باعث میشه رطوبت اون ناحیه ها دوباره به دست بیان. مرسی از شما دوستان عزیز از اینکه ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه و ازش لذت برده باشین. دوستان عزیز، اگه ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید که لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.